درود دوست من، با تمرکز و دقت تا آخر این ویدیو با من همراه باش و تک تک اعضای بدنت رو ستایش کن. همه ما موظفیم تا زمانی که سلامتی یک عضو رو داریم هر روز و هر لحظه قدردان باشیم، چرا که نعمت ها بسیار گریزپا هستند. بعد از خواندن هر خط مشخص شده برای بخش بخصوصی از بدنت، چشمانت رو ببند و به صورت ذهنی مطلب اون خط رو با من تکرار کن و تا جایی که میتونی برای همون بخش از جسمت خدا رو شکر کن. یادت باشه وقتی در مورد دلیل شاکر بودنت فکر میکنی، به تو کمک میشه عمیق‌تر حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنی. هرقدر اون رو عمیق‌تر حس کنی، احساس تو سرعت میگیره و نتایج شگفت انگیز رو در جسم خودت به چشم میبینی و اون رو احساس میکنی. حالا شروع میکنیم. به پاهایت توجه کن. اونها اصلی ترین وسیله حمل تو در زندگیت هستند. در مورد تمام کارهایی فکر کن که با استفاده از پاهایت انجام می دهی. مثلا حفظ تعادل، ایستادن، نشستن، ورزش کردن، بالا رفتن از پله ها، رانندگی و از همه مهمتر اعجاز پیاده روی. پاهایت راه رفتن در خانه را برایت امکان پذیر می کنند. تو می توانی به دستشویی بروی، برای نوشیدن آب به آشپزخانه بروی و یا به سمت اتومبیل خودت بروی. پاهایت امکان رفتن به فروشگاه، خیابان، فرودگاه و کنار دریا را برایت فراهم می کنند. توانایی راه رفتن به تو آزادی می دهد تا از زندگی لذت ببری. همین حالا بگو: خدایا، تو را شکر می کنم که پا دارم و واقعا از صمیم قلب شکرگزاری کن. دستانت را در نظر بیاور که در طول روز چند تا چیز را با آنها بلند می کنی و در دست می گیری. دست های تو ابزار عمده زندگیت هستند و در طول روز بی وقفه مورد استفاده قرار می گیرند. دست هایت باعث می شوند که بنویسی، غذا بخوری، از کامپیوتر و تلفن استفاده کنی، خودت را در حمام بشویی، لباس بپوشی، از توالت و دستشویی استفاده کنی، اشیا را برداری و در دست بگیری و هر کاری برای خودت انجام بدهی. اگر دست نداشتی، برای انجام کارهایت محتاج دیگران بودی. بگو: خدایا شکرت که دست دارم. در مورد حواس شگفت انگیزت فکر کن. در طول روز موقع خوردن و نوشیدن، حس چشاییت چندین و چند بار به تو لذت فراوان می دهد. در ایام سرماخوردگی که حس چشاییت را از دست می دهی، لذت خوردن و نوشیدن از تو گرفته می شود و نمی توانی طعم غذا یا نوشیدنی را حس کنی. بگو: خدایا، تو را بابت حس چشایی شگفت انگیزم شکر می کنم. حس بویایی به تو این امکان را می دهد که بوهای دلپذیر زندگی را به مشام بکشی. بوی گلها، عطرها، ملافه های تر و تمیز، شام در حال پختن، سوختن هیزم در شبهای زمستان، هوای تازه در روزی تابستانی، بوی چمن هرس شده، بوی خاک بعد از باران،
بگو خدایا تو را بابت حس بویایی خارق العاده ام شکر می کنم. اگر تو حس لامسه نداشتی، نمی توانستی سرما را از گرما، نرمی را از سفتی و صاف را از زبر تشخیص دهی. هرگز نمی توانستی اشیا را احساس کنی یا به طور فیزیکی عشق خود را ابراز یا دریافت کنی. حس لامسه امکان می دهد که عزیزان خود را در آغوش بگیری. احساس لمس دست یک فرد یکی از ارزشمندترین لذات در زندگی است. بگو خدایا تو را بابت حس لامسه ارزشمندم شکر می کنم. درباره معجزه چشمانت فکر کن که باعث می شود صورت عزیزان و دوستانت را ببینی، کتاب و روزنامه و ایمیل بخوانی، تلویزیون تماشا کنی، زیبایی طبیعت و از همه مهمتر مسیر زندگیت را ببینی. صرفاً به مدت یک ساعت از چشم بند استفاده کن و سعی کن کارهایی را بکنی که به طور عادی انجام می دهی. بدین ترتیب قدر چشمهایت را خواهی دانست. پس بگو خدایا تو را بابت چشمانم که می توانم با آنها همه چیز را ببینم شکر می کنم. گوشهایت را در نظر بیاور که با آنها می توانی صدای خودت و دیگران را بشنوی و در نتیجه با مردم حرف بزنی. بدون گوش و حس شنوایی نمی توانی از تلفن استفاده کنی، موسیقی بشنوی، به رادیو گوش کنی، صحبت‌های عزیزانت یا صداهای دور و برت را بشنوی. بگو خدایا تو را از بابت شنواییم شکر می کنم. بدون مغز هم امکان نداشت بتوانی از حواس پنجگانت که بیش از 1,000,000 پیام را در ثانیه پردازش می کنند استفاده کنی. در واقع مغز توست که تو را قادر می سازد احساس و زندگی کنی و هیچ فناوری کامپیوتری در جهان نیست که بتواند از آن نسخه برداری کند. پس بگو خدایا شکرت بابت مغز خارق العاده و ذهن زیبایم. در مورد سلول‌های بیشمار بدنت که بی‌وقفه در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته برای سلامت جسم و زنده بودنت کار می‌کنند فکر کن و بگو سلول‌ها از شما متشکرم. راجع به اندام‌های حافظ زندگیت که مدام در حال پالایش، پاکسازی و احیای همه چیز در جسمت هستند فکر کن. در نظر بیاور که آنها به طور خودکار و بی آن که تو مجبور باشی در موردشان فکر کنی، وظایف خود را انجام می‌دهند. بگو اندام‌ها از شما بابت انجام وظیفه بی نقصتان متشکرم. اما معجزه آساتر از تمام حواس، دستگاه‌ها، اندام‌ها یا عملکرد آنها در جسم ما قلب است. قلب تو بر زندگی تک تک اندام‌های بدنت نظارت دارد، چون قلب توست که حیات را در تک تک دستگاه‌های بدنت جاری می‌کند. پس بلند و محکم بگو خدایا تو را بابت قلب قوی و سالمم شکر می‌کنم.
بعد یک ورق کاغذ یا کارت بردار و روی آن با حروف درشت و خوانا بنویس: موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته است. سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. این کارت رو همراه خودت داشته باش و اون رو جایی بگذار که به طور مرتب اون رو ببینی. اگر پشت میز کارت هستی، درست آن را مقابل خودت بگذار. اگر راننده هستی، آن را در خودرو یا کامیونت در جلوی دید خودت قرار بده. اگر بیشتر اوقات در خانه هستی، می توانی آن را جایی بگذاری که دستهایت را می شویی یا نزدیک تلفن. جایی را انتخاب کن که اغلب چشمهایت به کلماتی که نوشته ای بیفتد. دست کم در 4 فرصت جداگانه وقتی چشمت به کلمات افتاد، آهسته آنها را بخوان، هر بار یک کلمه، و بابت نعمت تندرستیت تا جایی که می توانی حال و هوای شکرگزاری را احساس کن. شاکر بودن بابت تندرستی برای حفظ سلامت ضروری است. همچنین تضمینی است برای تداوم بهتر شدن، توأم با انرژی و اشتیاق افزایش یافته برای زندگی. اگر شکرگزاری با مداوای پزشکی متداول ترکیب شود، ما ناظر دگرگونی بنیادی سلامت و میزان بهبود و اعجازی خواهیم بود که هرگز در عمر خود ندیده ایم. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.